بسم الله الرحمن الرحيم. هیچ موقع اسلام اجازه نمیده یک زن در آغوش صدها مرد قرار بگیره. مسئله ازدواج موقت همین مسئله است. باید شما با جنس مخالفی آمیزش کنی. هر انسانی اینجوری و هر حیوانی اینجوری، این یه برنامه‌ایه که در نظام طبیعت. حالا کسانی که دستشون تنگه نمیتونن ازدواج دائم بکنن، بگن شما برید ازدواج موقت بکنید. اما دختر که دختر باشه و شما اون دختر خانم بیاید سیغه بکنید، به عنوان محرمیت میتونید، اما جسارت به عنوان دخول نمیتونید، نه از جلو نه از عقب، برای اینکه این دختره. تمام اینا رو همواره حساب کرده اسلام، قانون مقدس اسلام. بله، این کوچه حوزه که منتهی میشه به حوزه علمیه چیزه، قائمه چیزه. ما از 16 سالگی بود که اومدیم به این حوزه علمیه. یا الله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. 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 سلام و نجف بودن از امام خونه، اجازه اجتهاد دارن، خیلی اجازات خوبی دارن. آزار شما درس اینجا تدریس میفرمایید دیگه؟ لومه به آزار. یه مسئله که حالا دیروزم بحث شد با گرامی در مورد آی گرامی، نظرشون در مورد اذن پدر تو ازدواج، حالا چه دارم تو موقعات رساله شون هم دیدم ایشون با هم بحث کرد و فکر اینا گفتش که جزء صحت عقد نیست. نظر ایشون بود عقد موقت 100% عقد موقت اینطور نیست. اگه دست دوم باشه اجازه نمیخواد، دست اول اجازه میخواد. عقد دائم هم که بدی هیچ که به این شوره بایی نیست. به باید علما من درس های بولی جد دیگه تن سریخترین آیه یه که به این مسئله پرداخته و استنادش هم که میکنن، میگه فمستمتعتم بهی من اجر اینها رو و مزد اینها رو و محریهشون رو به عنوان فریضه و واجب و کامل پرداخت کنه. روایت زیاد داریم که یکی از راههای جلوگیری از راههای فساد همین عقد موقت. من پیشنهادم اینه که بنیادهایی درست بشه که خیلی هم میدونم از مسئولین مملکت میخواستن این کار انجام بدن، حالا به قول شما فرهنگش جا نیفتاده. بنیادهایی درست بشه، در اون بنیادها خانم‌های بیوه و خانم‌هایی که میخوان نسبت به ازدواج موقت تمایل دارن اینا رو شناسایی بکنن، جوان‌هایی که نمیتونن ازدواج بکنن، جوان‌هایی که وضعیت مالی خوبی ندارن، زندگی خوبی ندارن، به هر شکلی توانایی بار کشیدن یک زندگی دائم رو ندارن، اینا رو هم شناسایی بکنن، اینا رو به هم وصل بکنن. همونطور که قرآن ما گفته، همونجوری که فتوای علمای ما هست، همونجوری که اسلام گفته، طبق یک موازین شرعی. دکو از عادی هم بهتون بنویسن کو عقل ما بالاست؟ که چی چی بنویسن؟ این امضا داشتون بگیرم هم تو دفتر چه میاری آخوان کسی بنویسن؟ دفتر امانی سوینی. به جناب داماد آقا شهرام طلاق گرفتین؟ شو طلاق دادین؟ بله بله بله.
خب البته در ازدواج موقت لازم هم نیست که زن مرد داشت طلاق داده بشه. یعنی که شما همسرم داشتین مشکلی نداشت. سوال خدمت نمیخواست. بله بله چون قبلا من با این خانم سیغه کرده بودم، بعد تا متوجه شد و من طلاق بله افتون بله خواهش طلاقی نه اشتباه کرده. ببینین قانون میگه، قانون میگه اصلا آیه قرآن میگه که آقا از مرد تا چهار تا زن میتونه دائم بره اختیار کنه، هیچ تخلفی هم نیست. صحیح. ولی عقد موقت شما یکی ده تا بیست تا صد تا هر چقدر توان مال داشته باشین بتونه اداره کنین، بتونه هماهنگ کنین، بیاد اینجا براتون بنویسیم و هیچ مشکل قانونی هم نخواهد باشه. نداره. فرمودید که مدت به مدت یک سال. یعنی خانم رو عقد موقت بکنید یک سال با پنج عدد سکه بهار آزادی. خانم شما قبول کردید مهریه که شما مشخص کردن براتون؟ بله پنج عدد سکه بهار آزادی. خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موکله من نسرین خانم به مدت یک سال با مهریه 500 سکه بهار آزادی به عقد مدعه و موقت موکل من جناب آقا شهرام فرزند بهرام فایت دیمشون. مرسی. مرسی من. چکرم. مبارک باشه. بهرام. آنجا آقا شیرینی بخورین که صداتون داره. بهرام. خواستیم توضیح بدیم که مدت ازدواج موقت چقدر میتونه باشه؟ ببینید ازدواج موقت کلن مدت داره. بله. یعنی لحاظ شرعی شما برای نیم ساعت هم میتونید ازدواج موقت داشته باشید، به شرطی که هم مهر مشخص و هم مدت توافق میکنن نیم ساعت عقد موقت بکنن. بعد یا مثلا نیم ساعت که تمام شد دلش میخواست یه ساعت دیگه تمدیدش کنه، باید دوباره نیم ساعت عقد موقت خونده شه. بهتره هم اولی بخونه. بله دیگه خب تموم. اگر خواست با شما تمدید کنه میان دفتر تمدید میکنه. اگر خواستین که فسخ بشه ولی به مرد دیگه ازدواج کنه موقت، ایشون باید دو طور عده نگه داره. عده دلیلش واقعا چیه؟ یعنی برای چی؟ توی بحث احکام اسلام عده خب بحث بچه هست که مثلا اگر بچه دار بشن توی این چند وقت مشخصه. یکی هم بحث روحی هم خوب داره، اگر بخواد بدون عده بخواد عقد بشه که خب یه خود بزن خیابونو تغییر نمیکنه. اسلام میگه باید حرمت قائل شه، حرمت اون همخوابی که بین اون آقا و خانم هست. عقد موقت ندیگه از اینه سند رو که حساب کنی هرچی خواست میشه. همین که مدیر دفتر و شهرش های آیاته برای ما خیلی مهمه. خیلی ممنون. یه هزینه زیاد مهمه. دست شما در هرچی از قبوله. ممنون. دست شما در نیه. پس مدارک ما رو بفرمایید. آقای خسته بهشون بدین سند رو کامل کنین. امضا کردم. خیلی متشکرم. خداحافظ. خیلی ممنون. سلام علیکم. شما خوبید. Good morning. How are you? چه خبر؟ کجا چرا گوشی رو نمیداری؟ چرا گوشی رو نمیداری؟ خواب بودی؟ دست انداز داره میاد، دست انداز داره میاد، دست انداز داره میاد. خوش کشیده مردی؟ خیلی اگه تو تعریف کنی سرده؟ سرد چه خبر؟ چایی بیام؟ چایی بیام؟ توسط یکی از دوستاشون ما آشنا شدیم. ما نمیشناختیم دیگه، اما چون که ایشون تایید کردن منم قبول کردم. حتی اونم به من همینو گفت خیلی خوبه. اون موقعی که با هم سیغه بودین، ازدواج موقت کرده بودین،
خب از چی هم خوشتون اومده بود بالاخره؟ از اسم خوشتون اومده بود نه؟ آره بالاخره. خوبیش یعنی قسمت خوبش چی بوده؟ قسمت خوبم نداره داره؟ قسمت خوبی نداره شدیم اصلا. شما تصمیم گیری ازدواج کنی؟ ازدواج راست راستی هم میگه. شما میذاری من ازدواج کنم؟ به ما چه؟ یا 5 دقیقه اینجا میگه یه کاغذ میگه 1 تومن میخواد. زن که بگیری میگه 300 میلیون میخوام. فردا گفت فردا گفتی بالا چه ابروه؟ میره خوندن اشنا نهش میگه مهدی تو بذار اجرا. سر از زندان در میاری. من بعضی موقع میگه چه خندم میگه یه سری یاد گذشته ها که میافتم و خندم میگه من بحث ازدواج جوان ها و مسائل اجتماعی ها خواستیم در مورد بحثی که یه راهکاریه که اسلام قرار داده، شما مستحضرید که ازدواج موقت قرار داده. بالاخره اسلام یه راهکاری داره برای آشناییش به مسائل زناشویی اینها. ازدواج موقت دلیلش عامه، ولی به خصوص در این گونه موارد شاید که تأکیدی باشه. یعنی بسیار جوان ها اصلا چه بسا آشنایی با مسائل ازدواج نداشته باشن، وقتی ازدواج موقتی قبلا دارن آشناترن در انتخاب همسر. اگر تعدد زوجات باشه و ازدواج موقت باشه زنهای خیابونی جمع میشن. زنها چه بسا بعضیشون برای فحشا حاضرن ولی برای زن دوم حاضر نیستن، برای عقد موقت به قول خودشون صیغه هم حاضر نیستن. خیلی ممنون جان، خیلی لطف کردید. چند سال قبل اول ازدواجتون انجام دادید؟ من 11 سال. 11 سال پیش. چند سال قبل جدا شدید؟ الان 5 سال جدا شد. منو بیرون میفرستاد که مثلا ماشینای آنچه نمیسته باشم، مثلا بهشون بگم که پنجون خود فروشی کنی؟ بله. و ادتا هم به این کار دادی؟ اصلا، چون همش به کتکش و عذابش کشیدم. الان همچه کاری اصلا نکرد، چون نمونه هاشم تو بدنم هست. جدایی های تجربه ازدواج دیگر رو داری یا نه؟ بله، من توی شرکتی کار میکردم توی یوسف آباد، بعد منشی اون شرکت بودم، بعد اون صاحب شرکت بعد از یه ماهی که من پیششون کار کردم از من خوششون اومد و بعد منم هم صیغه شدم، نه محضن. بعد که فهمیدم که این پیشنهاد به من داد که مثلا تو بچه رو باید بدی به پدرش، من تو رو من عقدت میکنم، خونه به نامت میزنم و اینا. آقایی که با هم ازدواج موقت داشتیم مقدارش مثلا چه جوری؟ اینقدر یه مقدار مثلا همین حد که مثلا ماهی 200-300 در حد که مثلا اجاره خونه در همین حد اجاره خونه مثلا بیشتر، چون خودش هم کارمنده نمیتونه. بعد یکی این که تا سال دیگه به حساب بسته چطورمون هست که سیده خونده میدونه تموم میشه وقت. اگه دست خود من باشه که دوست دارم تمومش کنم. خب چرا دست خود نباشه؟ یعنی اگه مدیریت کاریم طوری باشه که درآمدم بالا باشه. بعدی خب چون در کل من فکر میکنم که خودش هم خب متعهده، بعد خانمش خب 100% موقع که بفهمه براش خب خیلی سخته، چون من خودم با یه چنین شکستی از شوهرم جدا شدم. بعد شوهر من هم رفت با یه خانمی که به حساب چند سال با هم دیگه دوست بودم، منتها من اون موقع خب اطلاع نمیدونستم
بعد جز استراب، جز این که خب من خودم یه شرطم که خب خیلی آبرو دارم، خانوادم خیلی مؤمن و متدینه. مثلا فکر کنید به زمانی خانواده من بخواد متوجه یه چنین چیزی بشه، اصلا خانواده اطلاع نداره. زامت دختر، زامت